یکی دیگه از برنامه‌هایی که تو صفحه اصلی آیفونه و میتونه خیلی به دردتون بخوره این کلندر یا همون جدول برنامه‌ریزی و تقویم کاراتونه. من اگه روش خب یک اشاره بکنم باز میشه، شما همینطور که می‌بینید یک شکل ساعت اینجا نشون میده و روز که در واقع شما توی یه ساعت خاصی توی یه روز خاصی ممکنه کاری داشته باشید. پایینش اینجا یه مانت داره که به صورت ماهیانه نشون میده دی روز و لیست هم که خب لیست کارهایی که دارید. و اگر شما مثلا فرض کنین الان توی 31 می باشید یا مثلا توی 3 ژوئن باشید، تودی رو بزنید میارتتون تو روز فعلی، یعنی این آیکون تودی اینجا میتونه خیلی به درد بخوره. اما اگر بخواید یه چیزی رو اضافه کنید، حالا اینجا مثلا نمیدونم امروز یه قراری داشته باشید یا هر چیزی، اگر اینجا کلیک بکنید هیچ اتفاقی نمیفته. ممکنه ذهنیتتون این باشه که چون آیفون اکثر چیزاش با اشاره است، اینجا مثلا اگه یه چیزی بزنین این اتفاق میفته، که اینطوری نیست. با زدن این مثبت این گوشه شما میتونید یه چیزی به جدول برنامه‌ریزیتون اضافه بکنید. مثلا میگم فرض کنید من اسمشو میذارم تو این بالا توی تایتل، اینجا شما میتونید اسم و جاش رو تعیین بکنید. تایتل رو من اینجا میزنم فرض کنین را دان و محلشم مثلا دف تر و دان رو میزنم زمانی که تمام شد. ممکن من امروز ساعت مثلا 5 صبح که البته غیر ممکنه، 4 بعد از ظهر تا 5 بعد از ظهر من قرار داشته باشم تو دفتر رادان و اینو دیگه حالا وقتی کارم تموم شد میتونم دان رو بزنم. و الان اگه من بیام اینجا بین ساعت 4 تا 5 همینجور که شما میبینین یه دونه برای من رادان و توی دفتر یه جای رو یه باکسی رو مشخص میکنه. اگر یه چیزی رو شما به صورت روزمره انجام میدین، مثلا فرض کنین هر روز بین ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر شما میرین استخر، میتونید یه چیزی اینجا تعیین بکنید که کل جدول برنامه‌ریزیتون رو اون باکس ها رو هر روز براتون جاشو تعیین بکنه و دیگه وقتی شما دارین اینو نگاه میکنین بدونین که مثلا فرض کنین 6 تا 8 تون همیشه پره. برای این کار شما میان اینجا، مثلا اینجا توی تایتل من فرض کنین اسمشو میذارم شنا، توی لوکیشنش هم میزنم اس تخر حالا یا هر چیز دیگه ای، شروعش ساعت 6 بعد از ظهر هر روزه و پایانش هم اندش هم 8. حالا شما اینجا ریپیت رو میزنید و میگین هر روز اینطوریه. از اینجا به بعد اگر شما دان رو بزنید، هر روزتون بین ساعت 6 تا 8 رو اختصاص میده به این در واقع شنا و استخر. یه نکته جالب دیگه هم داره، شما اگه مثلا میگم فرض کنید اند رو بزنید، اند ریپیت رو، ممکنه شما بگین خب من مثلا باشگاهم 10 ژوئن تمام میشه یا مثلا 6 ژوئن تمام میشه دیگه نمیرم. شما میزنید 6 ژوئن این رو دیگه کنسل کن و قطع کن. من دان رو میزنم. آلرت هم برای زنگ زدنه، مثلا شما ممکنه بگید که حالا من ممکنه یادم بره یک ساعت قبل از اینکه این قرار رو من داشته باشم زنگ بزن، یا مثلا نیم ساعت قبلش زنگ بزن، حالا هر جور که خودتون راحتین به نسبت اینجا میتونید تعیین بکنید. من ممکنه بگم مثلا چه میدونم از دفترمون تا استخر نیم ساعت، نیم ساعت قبلش زنگ بزن که من جا نمونم. نوت هم که اینجا میتونید یه یادداشتی اضافه بذارید، مثلا حوله یادت نره. دان رو من میزنم. حالا من به محض اینکه اینجا دان رو بزنم، شما میبینید که دیگه هر روز من از امروز تا اون روزی که واسش تعیین کردیم همینجوری پر این ساعت ها و دیگه من میدونم که خب تو اون ساعت نباید برنامه‌ریزی بکنم و کاری انجام بدم تا روز فکر کنم 5 یا 6 ژوئن بود، شدم بیشتر، بله تا 6 ژوئن بود که اینجا تا 6 ژوئن رو نشون میده و بعدش دیگه نشون نمیده. یه مزیت خیلی بزرگی که این کلندر داره اینی که شما اگه از مک استفاده بکنید، iCal یا همون برنامه مشابه این توی مک دقیقاً باهاش سینک میشه و تمام چیزهایی که شما اینجا اضافه بکنید، کم بکنید، جابجا بکنید توی سیستمتون هم خواهید داشت و بالعکس. مثلا اگه اونجا هم چیزی اضافه بکنید با این سینک میشه. اینی که مزیت خیلی بزرگی داره که قسمت در واقع مربوط به کامپیوترش رو توی درس بعدی میبینیم.